جلسه سوم، مبحث معنای خوب بودن. زمان 51 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث خودمون رو با بهره‌گیری از این تمثیل بسیار زیبای قرآنی شروع کردیم که خداوند متعال می‌فرمایند: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه که هر خوبی رو می‌توان کلمه طیبه نامید، هم کلام خوب، هم عمل خوب، هم فکر خوب، هم عقیده خوب، اینها همه مصادیق کلمه طیبه میتونن باشن. کلمه طیبه، هر خوبی مثالش شجره طیبه است که شجره طیبه مانند درخت طیبه است که درخت پاکیزه است که هر چیز خوبی مانند درخت خوبی است که این شاید راحت ترین تعبیر باشه، به درخت تشبیه می‌فرمایند. بعد این درخت رو حالا دو سه تا خصوصیت براشون ذکر می‌فرمایند که وجوه این تشبیهه: اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ریشه در دل زمین داره، اصلها ثابت، در اعماق زمین نفوذ کرده که به این سادگی دیگه برداشتنی و حرکت دادنی نیست. و فرعها فی السماء، شاخه هاش در آسمانه. بعد دیگه فواید بعدیش رو ذکر می فرماید: تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. از میوه های اون استفاده میشه هر لحظه ای که بخواید. بعد می فرماید: و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خدا داره مثل میزنه برای مردم تا مردم متذکر بشن، اون چیزایی که لازمه دریافت بکنند و برای خودشون دوباره یادآوری کنن. خب ببینید، ما این رو تشبیه کردیم به ابعاد گسترده روح انسان. ابعاد روح انسان رو در همین کلمه طیبه، شجره طیبه میشه در این تمثیل دید. از نظر عرض گسترده است، گستردگی عرض رو تؤتی اکلها کل حینن که میوه هاش هر چی بکنی ببری این همجوری هی میوه میده. بعد از نظر طول، حالا ما نمیخوایم یک صورت مادی برای معنای خوب بودن در نظر بگیریم، ولی این کاری که قرآن انجام داده، این کاری که خدا انجام داده، خدا داره میفرماد خوبی مثل یه درخت خوبه، شاخهاش اینقدر بلنده. حالا شما وقت دقت فلسفی نباید بکنید، یک مسئله، یک تشبیه که آیا درخت مثلا خوبی مثل کوه هست یا مثل درخت است، شاخهاش گرد است یا نمیدونم پهن است، اینا دیگه گفت در مثل مناقشه نیست. در مثل مناقشه نیست یعنی این که تو نمیتونی بری اون وجوهی که شباهت نداره بیاری وسط بگی خب درخت اینجاش که با خوبی تشبیه نمیشه کرد، باید همون قسمتیش که داره تشبیه میکنه بگیریم. گفتیم ابعاد روح انسان وقتی بزرگ بشه، از نظر طول، از نظر ارتفاع، از نظر عرض، از نظر عمق، این وسعت پیدا میشه.
وقت وسعت پیدا کردن روح انسان رو معنای همه خوبی ها ذکر کردیم و حقیقت همه بدی ها کوچک بودن روح انسان ترجمه کردیم. بعضی ها دوست دارن فلسفه اخلاق، فلسفه احکام، فلسفه احکام اخلاقی رو خوب درک بکنن. چرا خدا به ما گفته این کارو نکن؟ چرا به ما خدا گفته این کارو بکن؟ چرا به ما گفته این حالت و صفت رو نداشته باش؟ چرا به ما گفته این حالت و صفت رو داشته باش؟ این چراها رو میخوان بدونن. تا نفس این چراها رو درک نکنه خوب انگیزه پیدا نمیکنه انجام بده. تا نفس این چراها رو پیدا نکنه خوب درک نمیکنه خوبی ها و بدی ها رو. اگر کسی میخواد همه خوبی ها و همه بدی ها رو، هم چراییش رو، هم چگونگیش رو، چی شده به این میگن بد و چگونه بد است یا چرا بد است، درک بکنه، به این تصویر دقت بکنه، به این تعریف از خوبی ها و بدی ها دقت کنه که ما فلسفه وجودمون در این دنیا این نیست که خوب بشویم، بگو چی؟ این است که بزرگ بشویم. وقتی این بزرگ شدن یعنی خوب بودن، یعنی خوب شدن. خراب شدن در دنیا یعنی کوچک شدن. انسانی که روح بسیار بزرگی درش قرار داره، این روح رو کوچک کرده مستمرن. پس خوب بودن معناش میشه بزرگ شدن روح، بد بودن معناش میشه کوچک شدن روح. تا اینجا رو جلسات قبل سعی کردیم توضیح بدیم. اما بزرگ شدن و کوچک شدن از چه جهت؟ از دو جهت بسیار عمده، یکی در جهت بینش و شناخت، یکی در جهت گرایش و امیالی که در روح انسان قرار داره. انسانی که از نظر نگاه خودش بزرگ میشه میتونه آخرت رو ببینه. روز قیامت انگار فرداست، انقدر دور بینی پیدا میکنه. انسانی که از نظر بینش در روحش بزرگ میشه میتونه اعماق تاریخ رو ببینه. از داستان فرعون به سهولت عبرت میگیره. تا میخواد جای دیکتاتوری بکنه میگه فرعون رو دیدی؟ راحت به خودش اینو میگه. از مرگ گذشتگان و دیگران عبرت میگیره، از تاریخ درس میگیره، با تاریخ ارتباط برقرار میکنه. عموماً شما نگاه نکنید ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومده کار رو برای ما آسون کرده. ما با برخی از قطعات تاریخ تو روزه روزهای قبل با هم گفتگو کردیم، با برخی از قطعات تاریخ، با اینکه مربوط میشه به 1400 سال پیش، یه جوری ارتباط صمیمی برقرار کردیم انگار دیروز ماست، انگار اینها اهالی خانواده ما هستن. حسین روح ما رو از یک بعدی کش داده و بزرگ کرده. این قسمت که هنر ابا عبدالله الحسینه، معجزه ابا عبدالله الحسینه در نظر نگیر. غیر از این قسمت آیا تو خودت هم این استعداد بزرگ شدنت رو به کار گرفتی یا نه؟ ارتباطت با آینده چیه؟ ارتباطت با گذشته چیه؟ مثلا کسانی که منتظر آقا امام زمان علیه السلام هستن تا امام زمان علیه السلام بیاد همه آدم ها رو نجات بده، این انسان از نظر عرض هم گسترده شده. من وقتی که میگم از نظر عرض بزرگ شدن، یعنی دیدن آدم های اطراف. از نظر طول بزرگ شدن یعنی اینکه هم گذشته و هم آینده زمانی رو انسان دقیق بتونه ببینه و باش ارتباط برقرار کنه. زیارتنامه میخونی، میخوای بری کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارتنامه بخونی، السلام علیک یا آدم از صفت الله، از آدم شروع میکنی میای جلو. میخواد بگه انسان مؤمن ارتباط های تاریخیش چه ارتباط های گسترده ایه. دعای ندبه میخونی دوباره از حضرت آدم شروع میکنی، حضرت عیسی، حضرت موسی، اینا رو داستان هاش رو ذکر میکنی. اینا خصوصیات انسان بزرگه. انسان بزرگ از نظر بینشی ارتباطاتش در طول از گذشته تا آینده چقدر عمیقه. انسان بزرگ نگاهش در عرض
چقدر وسیعه، به زندگی تک تک آدم هایی که روی کره زمین هستن می اندیشه. انسان بزرگ از نظر ارتفاع چقدر بالاست؟ ارتفاع رو بگذارید برای معرفت خدا، معرفت به معنویت، این شناخت‌های دینی و الهی که ما میتوانیم پیدا بکنیم، اوج گرفتنها، اوج خوبیها رو ببینه، این انسان انسان بزرگی شده. وقتی به زندگی امام صادق علیه السلام با حسرت نگاه میکنه، با آرزو و تمنا نگاه میکنه، ای کاش من به اون مقام بلند امام صادق علیه السلام برسم، این انسان از نظر نگاه تونسته بزرگ بشه. وقتی که آرزو میکنه مقام امیرالمؤمنین رو، از نظر گرایش هم انسان بزرگی شده. مثلا خوب بودن یعنی این. از نظر عمق، از نظر عمق هم اصلها ثابت، این ریشه در دل خاک بخواد داشته باشه، از نظر عمق بخواد این انسان بزرگ بشه، به اعماق ظواهر دنیا نفوذ میکنه. در آیات کریمه قرآن هست که خداوند متعال میفرماید که بعضی ها ظاهر حیات دنیا رو میفهمن. در نهج البلاغه شریف خداوند متعال امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی میفرماید که بعضی ها ظاهر حیات دنیا رو نگاه میکنن، ذالک مبلغهم من العلم، اینقدر بیشتر نمیفهمن. کسی که حب دنیا داره ظاهر دنیا رو نگاه میکنه، باطنش رو نگاه نمیکنه. باطنش رو نگاه بکنه که علاقه به دنیا پیدا نمیکنه. خب نگاهش در هستی، در دنیا عمیقه، نگاهش در خدا بسیار بلنده، نگاهش در آخرت بسیار طولانیه، نگاهش در تاریخ و گذشته بسیار طولانیه، از این طرف نگاهش در انسانها گسترده است. نگاه رو بردار، گرایش جاش بذار، دوباره گرایشش هم همین جوریه. کسی که در عرض بزرگ شده باشه، همه آدم‌ها رو دوست داره، به همه عشق می‌ورزه، به همه علاقه داره. کسی که در عرض بزرگ شده باشه، مظلومیت بچه‌های فلسطین براش خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، انگار همسایه‌اش رو دیروز کشتن، انگار فامیلاش رو کشتن، این بهش میگن انسان بزرگه. کسی که در طول گرایش‌های بلندی داشته باشه، میشه اون پیرمردی که اومد پیش پیامبر اکرم عرض داشت که آقا من تو بیابون یه زمانی کمکت کردم، شما بعد امروز منو کمکم بکنی، یه سی بخوام بهم میدی؟ آقا فرمود بله من میدم. گفت من یک دعای مستجاب پیش شما دارم. آقا فرمود بله دیگه، یه روز منو کمک کردی، حالا هر چی بخوای بهت میدم. گفت پس بذار فکر کنم. رفت فکرشو کرد، اومد گفت یا رسول الله یه درخواست بیشتر ازت ندارم، اونم این که در بهشت هم درجه تو باشم. آقا رسول خدا امتحانش کردن که من واقعا این یاد گرفته اینو داره میزنه یا خودش اینقدر بزرگ شده. فرمودن اینو تو خودت گفتی، خودت فکر کردی، خودت به این نتیجه رسیدی؟ آره. فرمود چجوری؟ گفت آخه نگاه کردم هر چی ازت بگیرم از بین میره، بالاخره ما یه روزی میرسیم به قیامت و بهش که دیگه از اون به بعد کاری نمیشه کرد، اونجا شما مقامت خیلی بالاست، منم پایینم، من بیام پیش شما دیگه بهتر اینجاست. پیامبر تأمل فرمودن، میخواستن جوابشو بدن. بعد دیگه قول هم داده بودن، رحمتن للعالمین هم هستن، دیدن این انسان شایستگیشو داره، اینقدر عقلش رسیده. این رسیده رو ببینید، عقلش رسیده به اون نقطه بسیار دور. هیچی آقا، رسول گرامی اسلام قبول کردن. بعد فرمودن البته تو هم منو کمک کن، عینی به کثرت سجود، تو هم با زیاد سجده کردن منو کمکم کن بتونم تو رو ببرم اونجا. خب انشاءالله بریم و روز قیامت یه مهمانی که رفتیم خدمت پیامبر اکرم، ببینیم که این پیرمرد اونجاست، چقدر راحت تونست با روح بزرگ خودش. اگر کسی روح بزرگی داشته باشه، من یکی از خوبی ها رو توضیح نمیدم، من دارم همه خوبی ها رو توضیح میدم. خب شما بیاید در مرتبه اول، این بحث ماست، این بحث ما بوده تو این چند روزه، یک کمی مرتب و جمع جور فهرستوار خدمت شما عرض کردیم. قدم اول شما بیاید یه کاری بکنید، به این مفهوم بزرگ شدن، وسعت پیدا کردن، که کلمه
وسعت پیدا کردن از کلمه بزرگ شدن بهتر از یه جهاتی، از این به این کلمه وسعت پیدا کردن روحتان از همه ابعاد علاقه پیدا کنید، روش فکر کنید، بهش عشق بورزید. همین خیلی کمک میکنه برای به دست آوردن بسیاری از خوبی ها. خواستی نگاه حرام نکنی؟ به انگیزه بزرگ شدن روحت نگاه حرام رو ترک کن. به اون کوچولو میشن. نگاه حرام آدم رو زمینگیر میکنه، یک سد سکندری میذاره جلو نگاه آدم، جلو روح آدم. آدم میشه بچه، آدم میشه قنداقی، اینقدر کوچیک میشه. چرا نگاه حرام بده؟ چون آدم کوچولو میشه. چرا دروغ گفتن بده؟ چون آدم کوچولو میشه. چرا هرس و هرس خوردن بده؟ چون آدم کوچولو میشه. چرا خصومت ورزیدن، که در روایت داره خصومت ورزیدن اهل دعوا و جنگ و مرافع و اینا بودن، آدمو به نفاق میکشونه، در نهایت کم کم میکشه به نفاق. چرا بده؟ چون اینا، این یعنی کوچیک بودن. وقتی خیلی بزرگ باشی با این چیزا دعوا نمیکنی. ریز میبینم این لوتی های قدیم یه اصطلاحاتی توش دارن خیلی معانی عرفانی قشنگی داره. مثلا یکی رفت باشون دعوا کنه، این نمیخواست دعوا کنه باش، میگه برو ریز میبینم، ریز میبینم. این تو کوچکتر از اونی هستی که بیای ما رو عصبانی کنی، دعوا بدم، برو برو ریز میبینم. تو به همه دنیا باید راحت بگی ریز میبینم. این تو کوچولی. علی ابن ابی طالب علیه السلام، دنیا اومد به صورت نمادین در مقابل حضرت، حضرت رو دعوت کرد، حضرت فرمود برو ریز میبینم. در واقع فرمود برو، من تو رو سه طلاق کردم، یعنی ریز میبینم تو رو، من روحم بزرگتر از این هاست. این که به انسان گفته میشه تو قیمتت بالاتر از دنیاست، خودتو به دنیا نفروش، قیمتتو زیاده، دوباره اشاره به همون بزرگیه. اولین کاری که میکنیم عشق بورزیم به بزرگ شدن. اصل این رو به عنوان یک آرزو تلقی بکنیم. دومین کاری که میکنیم همه گناه ها رو در اندیشه خودمون تفسیر کنیم به کوچک شدن. همه طاعات و عبادات رو در ذهن خودمون تفسیر کنیم به بزرگ شدن. الان شما میاد هیئت بزرگ میشید، بلوغ پیدا میکنید. بزرگ شدن یه لذتی داره. دیدید برای بچه ها بزرگ شدن یه لذتی داره؟ گاهی از اوقات نوجوان ها که همچی که میخوان دیگه بزرگ بشن، دیگه خیلی عجله هم دارن که بزرگ بشن. گاهی من یادم دارم نوجوانی میرفتم با بابام تو این مجالس علما و اینا، میدم اینا خب اونجوری که ما بچه بودیم دیگه ما رو به بازی نمیگرفتن، گفتیم ای خدا کی میشه ما بزرگ بشیم. این آرزو همه بچه هاست که میخوان بزرگ بشن. این فطرت تمیز و نازنین خودتو حفظ کن، یادت نره تو همیشه کوچولی هستی که باید دوست داشته باشی بزرگ بشی. وقتی کسی دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن میخونه بزرگ میشه. میدونی چقدر بزرگ میشه؟ انگار اومده شده مشاور خدا، انگار داره نقش مثلا مامان ائمه هدا علیهم السلام، مامان اولیا خدا رو به خدایا مهدی ما رو حفظ کن. بابا تو که تو دیگه یه هستی خیلی سفت، چه سفارش هایی میکنه؟ تو برو گریم خودتو عذاب بکش. نه من باید سفارش کنم، من سفارش کنم که آقامون خدا مواظبت بکنه. بابا تو خیلی بزرگ هستی. همه خوبی ها رو تفسیر کن به بزرگ شدن. نماز میخونی، نماز یعنی بزرگ شدن. آقایون اگر بنده دارم همه خوبی ها رو میگم تفسیر کن به بزرگ شدن، عمود خیمه دین مگه نماز نیست؟ باید تو نماز جایی از سخنرانی ما موجود باشه نباشه؟ بله. آقا این سخنرانی شما داره، آره سخنرانی بنده که نیست، بنده نوارم، این سخن شما میخواد بگه که بزرگ شدن معنای همه خوبی هاست. خب این خیلی حرف مهمیه. اگه واقعا اینجوری باشه، ما باید بیشتر از هر جای این حرف شما رو در عمود خیمه خوب بودن یعنی نماز ببینیم. بله
همه موافقن؟ خب ببینیم تو نماز این آرزوی بزرگ شدن هست یا نه. الله اکبر، ای خدای بزرگ من به بزرگی تو عشق می‌ورزم، من اصلا آرزوم به سوی بزرگی تو آمدنه، لایق بزرگی تو شدنه. جوز افته بودیم به اصطلاح جلسه هیئت، اونجا ما گفتن که تو مناس بزرگ بشی که این خدای بزرگ رو بتوانی در آغوش بگیری. الله اکبر، ای خدای بزرگی که کاش من بزرگ بشم بتونم سیر از تو بنوشم، کاش من بتونم تو رو درک کنم. الله و رحمان کی میگه؟ کسی که کمبود محبت داره. حالا کمبود محبت پیش خدا داشتن اشکال نداره ها. الله و کریم کی میگه؟ کسی که گداست، گدا بودن پیش خدا اشکال نداره ها. الله و غنی کی میگه؟ کسی که فقیره، درسته؟ اما الله و اکبر کی میگه؟ کسی که دوست داره بزرگ بشه. وقت ذکر محوری نماز الله و اکبر نیست؟ اصلا نماز یعنی وقتی میگی الله و اکبر، یه به صورت پس زمینه، حالا فارسی رو نمیخوایم پاس نداریم بگیم بک‌گراند و اینا، یه پس زمینه‌ای هست از این مینویسه که من هم دوست دارم بزرگ بشوم تا لایق تو بشوم. چون قبلا عرض کردیم ما فلسفه وجودمون تو این دنیا اینه که بزرگ بشیم، بزرگ که شدیم بریم اون دنیا، بعد انسان‌های بزرگ در اون دنیا میتوانن خدا را نیک در آغوش بگیرن. همچنان که بچه در رحم مادر بزرگ میشه تا بتونه تو این دنیا زندگی کنه، ما بناس روحمون بزرگ بشه تا بتونیم تو اون دنیا زندگی کنیم. نماز رو به بزرگ شدن، نماز رو به تمنای بزرگ شدن تفسیر کن. البته ما دو سه مرتبه دیگه تو این بحث به نماز برمیگردیم. همه خوبی ها رو در قدم دوم به بزرگ شدن تصور کن. تو وقتی که برای حسین سینه میزنی گریه میکنی، پیغمبر برای حسین گریه میکرد. کار پیغمبر گونه داره میکنی. فاطمه زهرا برای حسین گریه میکرد. کار فاطمه زهرا سامانه ها انجام میده. زینب کبرا شدی اصحاب حسین. آقا این خیلی کار بزرگیه. من نمیگم سینه زنی برای ابا عبدالله الحسین، عشق بازی با حسین، شیرین تر از کلمه عشق بازی پیدا کردم. میگم این بزرگ شدن روح انسان است. من نمیگم نماز خواندن عشق بازی با خداست. کلمه قشنگ تر از این پیدا کردیم سر نماز چیه؟ الصلاة معراج المؤمن. معراج یعنی چی؟ فرعها فی السماء، رفتی بالا. معراج یعنی عروج کردن، یعنی بالا رفتن. محمد نماز مؤمن رو میره بالا. ارتفاع یادتونه؟ چند صد ثانیه پیش داشتیم صحبت میکردیم ارتفاع یادتونه؟ از صلوات و معراج المؤمن هم قد میکشه سر نماز. این یه لذتی داره. اولین کاری که میکنیم این است که مفهوم وسعت پیدا کردن، بزرگ شدن، طول و عرض و ارتفاع و عمق، در همه ابعاد توسعه یافتن رو برای خودمون یک مفهوم آرمانی قرار بدهیم، به این مفهوم عشق بورزیم، شکوه این مفهوم را در دل خود بنشانیم، تمنای این مفهوم را همیشه در ذهن خودمون تکرار بکنیم. با آدم‌های تو روایت هم اتفاقا داره، می‌فرماید با آدم‌های حقیر نشینید. با آدم‌های حقیر نشست و برخاست صحبت نکنید باشون، کوچولو میشید. من رفته بودم یه بیمارستانی، بعد یه مریضی اونجا دیدم، این گفتن آقا بیا دعا کن و اینا. حالا ما آدم نیستیم که، این از ظاهر لباسمون فکر ما لباس آدم‌ها رو پوشیدیم، آدمی بود. رفتیم بخواد چشم ادب کنیم دعا کنیم، دیدم خب این عقب مونده ذهنیه. گفت نه، این عقب مونده ذهنی نیست. گفت این یه بیماری پیدا کرده، این بیماری مغزشو داره میخوره، مغزش کوچولو شده. والله ایشون مهندسی نمیدونم چی داشتن و یه بیماری مغزش داره کوچولو میشه. کوچک شدن مغز همانو داره تبدیل میشه به یه، حالا انشالله خدا همین بیمار رو شفا بده، بفرمید الهی آمین. و بیمارهای دیگر رو خداوند متعال به حق مجلس ابا عبدالله حسین شفا عنایت بفرمایید. ولی کوچک شدن
میشه یه بیماری. شما اولین قدمی که برمیدارید چجور میگید خوب بودن؟ خب خوب بودن یعنی چی که من بهش عشق ببرزم؟ ممکنه یه دفعه بگی خوب بودن یعنی لطیف شدن، ممکنه یه دفعه بگی خوب بودن یعنی دقیق شدن، ممکنه یه وقت خوب بودن رو به معانی و اوصاف مختلفی ترجمه کنی. حقیقی ترین ترجمه برای معنای خوب بودن بزرگ شدن و وسعت پیدا کردنه. انسان بزرگ که شد لطیف هم میشه، انسان بزرگ که شد رقیق القلب هم میشه. اصلا قسی القلب شدن معنای دقیقش همین کوچیک شدنه. آدم کوچیک که شد قسی القلب ترین آدم میشه. اولین قدم این است که به معنای بزرگ شدن و کوچک شدن عشق ببرزیم، یعنی بزرگ شدن عشق ببرزیم، کوچک شدن رو تنفر داشته باشیم. دومین قدم این است که گناه رو به کوچک شدن تفسیر بکنیم، ثواب رو به بزرگ شدن تفسیر بکنیم. دیدید نماز رو که چجوری انسان رو نماز بزرگ میکنه. در سر نماز مهمترین ذکری که از خداوند متعال دارید از بزرگی خداوند متعاله. خیلی مهم آدم سر نماز با الله اکبر عشق کنه ها، هر بچه‌ای نمیتونه این کارو بکنه. داره یواشکی بگم، من احترام، من خودم کمتر از کمترین مردم هستم، چه برسه به عموم مردم که سطحشون از من خیلی بالاتره، ولی بالاخره حرف حقو باید زد. عموم مردم با الله اکبر حال نمی کنن، با خدا مهربونه حال می کنن. اون خواص هستن که با الله اکبر بیدار میشن، احیا میشه روحشون، لذت میبرن ازش. این مفهوم رو وقتی تمنا کردی میرسه به گام سوم. تمنا کردی بعد این رو شروع کردی تو مصادیقش دیدن، میرسه به گام سوم. در گام سوم برای مفهوم بزرگ شدن باید مواظبت بکنی یه وقت نابجا نخوای بزرگ بشی. ما حرفای امروزمون یه مقدار شبیه حرفای روزهای قبلمون شد، ولی حالا شاید لازم بود، نمیدونم به هر دلیل. قدم بعدی چیه؟ مواظب باشی. ببین این حرف تازه ای نیست که تو دوست داری بزرگ بشی. حالا ما اینجا تازه شاید داریم مطرح میکنیم، تازه داره به گوشت میخوره، و الا این به عنوان یک نیاز دائمی در وجود تو بوده. منتها اگر درست این نیاز رو ترجمه نکنیم، درست این نیاز رو بیدار نکنی، ارضاش نکنی، درست رو یه خطر وحشتناک همیشه داره تو رو تهدید میکنه. اون خطر چیه؟ خطر تکبر. قدم سوم اینه که باید مواظب باشی یه وقت این تقاضای بزرگ شدن، لذا میگم از کلمه بزرگ بیاد استفاده نکنیم، از کلمه وسعت بیایم استفاده کنیم. او چه بزرگ نمایی میکنه، چه دوست داره گنده بشه، این مال تکبره. این کلمات معمولا اینجاها استفاده میکنیم، ولی بیایم از مثلا حالا کلمه زیاد سرش دعوا نداریم، ما با هر کلمه راحت تری، ولی این تقاضای بزرگ شدن یه خطر داره. قبل از اینکه درست بخوای ارضا بکنی تقاضای بزرگ شدن خودت رو، تو بدون این تقاضای بزرگ شدن در وجود ما آدم ها هست. تکبر همینه. تکبر همون چیزیه که موجب میشه آدم مقابل اولیاء خدا وایسه. تکبر همون چیزیه که موجب دشمنیه خیلی ها. عمر صد با ابو عبدالله الحسین شد، ابلیس با حضرت آدم شد. تکبر خیلی انسان رو کثیف میکنه. تکبر چیه؟ همون تمنای بزرگ شدن، همون تمنای بزرگ شدنی که ما تا الان داشتیم ازش صحبت میکردیم. آقا اون تمنا رو در خودت ایجاد کن. فرق تکبر با تمنای بزرگ شدن به معنای واقعی کلمه چیه؟ فرق باز هم ماهیتی این دوتا اینه. بزرگ شدن به معنای مطلق کلمه هیچ ایرادی نداره، اما تو بزرگ شدن رو در یه محدوده خاصی مقید بکنی و بگی من این بزرگ شدن رو میخوام، همون میشه تکبر. ببین آقا، از تکبر تا حب مقام، شما باید کسی باشید که همه عالم به شما علاقه داشته باشند،
آقا ایرادی داره این؟ به هیچ وجه ایراد نداره. محبوبتن فی ارضک و سمائک، من محبوب باشم در زمین و آسمان، همه کره ها، همه کرات، کره مریخ، ذرات خاکش به من سلام بدن. آقا این که خیلی بد نیست، این دعاست توی یکی از معتبرترین روایت های ما، زیارت امین الله. خداوند متعال تو قرآن میفرماید فرعون آدم بدی بود، چون وقتی که مرد آسمان و زمین براش گریه نکردن. تو وقتی از دنیا رفتی انشالله بعد حالا هزار سال از دنیا رفتی باید همه برات گریه کنن. آدم خوب یعنی همین. آقا این که میگن آدم دوست داره محبوب بشه بده چیه پس؟ دنبال شهرت نرو، دنبال محبوبیت نرو چیه؟ اون مال اینه که بگی که من میخوام تو این هزار نفر آدم محبوب بشم. خراب شد همه چی، از بین رفت. بگو من میخوام به اندازه جهانی بزرگ بشم، اشکالی نداره، ولی بگو من به اندازه این شهرم میخوام گنده بشم. خراب میشه همه چی، خراب میشه، میشه تکبر، میشه و به مقام. بگو من میخوام قدرت مطلق عالم رو به دست بیارم، این هیچ ایرادی نداره، ولی بگی من قدرت تو این کشور میخوام به دست بیارم، پر قدرت بشم، تموم میشه، خراب شدی. خیلی جالبه ها، فرمول عجیبیه. بزرگ باید بشیم، من میخوام بزرگ بشم. خب از کجا شروع کنم؟ از همون تقاضای بزرگی مطلق. نه، من محلمون شروع میکنم، تو محل اول بزرگ بشم. ای خراب شد، تمام شد. من دوست دارم در بهشت الهی همین قدرت و حکومت رو داشته باشم، تمام شد. این میشد بنده عابد مخلص ناز خدا. بزرگ شدن وقتی که بگی که من تو محلم میخوام بزرگ بشم، میشی آدم گردنکش، متکبر، قدار بند، اینجوری اونجوری. ولی وقتی که بگی من میخوام تو عالم بزرگ بشم، در عالم بشریت، میگذری از این کوچولوها، میگذری. انسانی که بخواد بزرگ بشه باید برای تقاضای بزرگی خودش حد یقف نگذاره. حد یقف بگذاری، بگی من اینقدر، تا اینجا رو میخوام. خیلی عجیبه، همه چی تدریجیه تو دنیا، درسته؟ علم تدریجیه، باید کم کم بخونی بری جلو ببینیم چی میشه. ورزش تدریجیه، میری تربیت بدنی، هی میره جلو آینه خودشو نگاه میکنه. بابا تو دو روز اومدی دو آینه داره بازشو نگاه میکنه. بابا دو سال، سه سال، دو سالی یه بار آدم میره جلو آینه که ببینه چقدر شد، اندازه گیری میکنه. این دقیقه یه دفعه داره اندازه گیری میکنه. من دیدم، ما رفتم یه مدتی، میدم بعضی همین تقریب مربی بهش میخندید، میگو بابا من بهت گفتم تا چند ماه اصلا حرفشو نزن. همه چی تدریجیه، باید تدریجی تا زیاد بشه. ولی این بحث طلایی که ما داریم با هم دیگه مطرح میکنیم، یه اصلا اینجوری نیستا. نگو بزرگ شدن تدریجی میخوام، خراب میشی، آلوده میشی، اصلا کثیف میشه روحت. آخرشو ببین. من میخوام محبوب بشم در کجا؟ همه اهل بهشت منو بشناسن. برو آخر، این وسط ها گیر کنی. من میخوام بین طلبه ها یک باشم، حب مقام، خاک بر سر، تموم شد. من میخوام بین مردم شهرم یک باشم، این میشه حب مقام. کوچولو، چطوری کوچولو؟ کوچولو هم که فهمیدیم چند روز پیش فوش دیگه. یعنی آدم به عمر سعد، به شمر، اینا میگه کوچولو دیگه. البته کوچولو کلمه قشنگی، نمیخوایم تبدیلش کنیم به فوش، ولی خب دیگه به معنای عرفانی کلمه کوچولو فوش بزرگیست. باید در قدم سوم مواظب تکبر باشی. تمنای بزرگ شدن، تمنای وسعت پیدا کردن، تمنای سعه روحی پیدا کردن در همه ابعاد، این باید آرمان تو بشه. مرحله دوم این که تمام رفتارهای خوب رو بتوانی تفسیر کنی به این بزرگ شدن. خدا خواسته من بزرگ بشم،
خدایی که گفته غذا میخوری زیاد نخور خواسته من بزرگ بشم. همه رو دونه دونه بشین تفسیر کن، حوصله باید بکنین دونه دونه تفسیر کنین. خدایی که گفته این گناه رو نکن یعنی کوچیک نشی، این گناه تو رو کوچیک میکنه، حقیر میکنه. یه آدم بزرگ عصبانی نمیشه زود، کوچولو عصبانی میشه زود. یه آدم بزرگ الکی زود خیلی زیادی شاد نمیشه. تمام خوبی ها و بدی ها رو، قدم سوم این که مواظب تمنای خوب شدن، ببخشید درست صحبت کنیم دیگه با ترجمه بحثمون، مواظب تمنای بزرگ شدن خودت باش. تمنای بزرگ شدن به سهولت تبدیل میشه به تکبر، به سهولت تبدیل میشه به غرور، به سهولت تبدیل میشه به حب مقام، به سهولت انسان رو به سیاهی میکشونه. کی تقاضای بزرگ شدن انسان رو به سیاهی میکشونه؟ وقتی که شما برای این بزرگ شدن فرم و شکل محدود تصور بفرمایید. ولی وقتی بزرگتر از این حرفا باشی، دنبال ببینید آقا، شما دنبال محبوب شدن پیش آقا امام زمان علیه السلام باشید، یه محبوب شدن پیش یکی دو سه چهار نفر، اینا زیر دستات له میشن. عرضمو با این تیکه از یک بحث دیگه پیوند بزنم، بعد شما دیگه این رو به یادگار ببرید و عرضم تمام. در روایات فرمودند، در تجربه تک تک ماها هم هست، جلوگیری کردن از ریاکاری کار سختیه. قبوله یا توضیح بدم؟ احساس ریا تو دلش آدم بخواد بیاد، اجازه از آدم نمیگیره خودت هم بکشی میاد تو دلت. من از منبر بیام پایین بگن حاجا عجب ولی بحثی کردی، خوشم میاد، تموم شد، خوشم آمد، تموم شد، خراب شد، همیشه خراب شد، همیشه نابود شد. قبوله توضیح بدم؟ قبوله؟ ریا مثل راه رفتن مورچه در دل تاریک شب روی سنگ سیاهه. چی بی سر صدایش که متوجه نمیشه اینجوری میاد تو دل. ریا تظاهر، یعنی خوشم اومد از این که خوشش اومد که من آدم خوبی هستم، خوشم آمد ز خوش آمدنش، نمیشه ریا، نمیشه جلوشو گرفت. بگو قبوله که من وقتم زیاد گرفته نشه، وقت شما هم زیاد نگیرم. قبوله نمیشه جلوی ریا رو گرفت. هر کی خواست بیشتر مطالعه کنه تو 40 حدیث حضرت امام بره بحث ریا و عجب ببینه. ریا رو جلوشو نمیشه گرفت، راحتت کنم. آقا آدم بره یه جایی صحبت بکنه کف بزنن کیف میکنه، این دیگه نخ شاه عباسیشه دیگه. من چجوری باید جلوی ریا رو بگیرم؟ آج آقا رفت چی شد دفعی رفتی تو بحث ریا؟ گفتم که به عنوان مثال از یه بحث دیگه میخوایم قلمه بزنیم، پیوند بزنیم به این بحث. شما این بحث رو کلیدی بودنش رو نگید یه بحث ذوقی کرد فلانی رو رفت. ذوقی نیست این، شما کلیدی بودن این، ببخشید حالا عبارت دقیق‌تر، راه بردی بودن این بحث سعه روح آدمی و توجه به بزرگ شدن رو در اصلاح نفس و اصلاح اخلاق ببینید. راه بردی خیلی استراتژیکه. ریا رو نمیشه از بین برد، ریا خودش به دل نفوذ میکنه. علمای اخلاق میگن خدا استغفار کن، سعی کن در معرضش قرار نگیری، سعی کن پنهان کنی، و الا بگن بابا تو چه عجب، آدم خوشش میاد، خوشش اومد تموم شد، میشه ریا. به خاطر مردم این کارو نکردی ها، یه نفر میاد ازت تعریف میکنه، عمل پر، اخلاص پر، عبادت پر، یه نفر آدم خوشش اومده، بابا عجب سینه میزدی یا تموم شد، سینه زنی پر، حالا یه ذره آجا خوشمون اومد، تموم شد پر. من چقدر میخواستی خوشت بیاد، من چقدر سینه زده بودی، همین یه ذره کیف کی بسته دیگه. ریا رو نمیشه جلوشو گرفت. شما هم که گفتید قبول، دیگه من توضیحش ندم. چجوری پس جلوشو بگیریم؟ ها
تا روحت کوچیک باشه ریا رو نمیشه جلوشو گرفت. باید روحتو بزرگ کنی. اینجوری بشی. بگی من اصرار دارم عزیز دل امام زمان بشم. اینو راست بگی. راست بگی. راست بگی. ببری نقطه اوج روحی تو آن نقطه دورتر. آن نقطه بسیار دورتر. اون وقت هزار نفر تعریفت بکنن ککت نمیگزه. ریا امکان نداره بکنی. همه مردم میگفتن امام روح منی خمینی، بس چکنی خمینی، بمیرم برات، من تیکه باره بشم برات. امام دستش اینجوری تکون میداد، دلش یه ذره تکون نمیخورد. میفرمود همین مردم بگن مرگ بر فلانی حال من تغییر نمیکنه، چون امام روحش بزرگه. گفت برده کجا؟ رضایت دلش رو از رضایت دل امام زمان و رضایت خدا میخواد بگیره. آن نقطه دورتر برده. این وسط مردم خودشون بکشن، زنده بشن، بمیرن، این فرق نمیکنه. از نظر اینکه بتونن روح آدم تاثیر بگذارن. اگر روح خودتو بزرگ کنی، میتونی با نابود کننده در این صفات و حالات بد راحت ترین مبارزه رو بکنی، در حالی که هیچ کس نمیتونه باشون مبارزه کنه. فقط چارش اینه که روحت بزرگ بشه. مثال ساده بزنم. یه کسی داره خودشو تیک پاره میکنه فوق تخصص بگیره. از اول دبیرستان ولی همت گذاشته با. راستی ها راستی. دبیرستان 20 میگیره. میگم 20 گرفتی. میگه خب حالا مهم نیست. آقا خوشحال بشو 20 گرفتی. من با یه چیز دیگه خوشحال میشم. آقا کنکور نفر اول شدی. خب حالا مهم نیست. ولش کن. نه کار دارم. دیگه اینا رو وسط، ولی وسط ها رو نگاه نمی کنه. ولی بعضی ها فقط خودشون میگن من کنکور قبول بشم، این دختر خالم میگه ای دانشجو شدی، من کیف کنم. و میره کنکور قبول میشه، بعد از کنکور نمره‌اش همش 0 1 2 3. چی شد آقا تو که کنکور قبول شدی؟ دیگه تا همه قد بود دیگه. میدونید توی دانشگاه ها مهمترین افت درسی سالهای اول بعد از کنکوره. اینی که این همه زحمت کشیده افت انگیزه پیدا میکنه. ماهیت بد شدن یعنی تکبر کردن، تقاضای بزرگ شدن، تقاضای بزرگ شدن تا دیپلم، تا دیپلم تقاضای بزرگ شدن بکنی خراب، آدم خرابی میشی. مثلا میگم حالا دیپلم رو مثال میزنم، خود تا دیپلم بزرگ شدن درسته پایین همتیه، ولی از نظر اخلاقی که کار زشتی نیست. تکبر که خیلی کثیفه، خیلی بده. تکبر همین تقاضای بزرگ شدنه که در روح انسان هست. چه فرقی با اینی که ما میگیم میکنه؟ اینی که ما میگیم یعنی بی نهایت رو نگاه کن، برو جلو، تمنا کن، براش کار کن. تکبر یعنی یه حد محدودی. تا حد رو محدود بکنی یه دفعه وجودت کرم میزنه، وجودت پر انگل میشه، یه دفعه وجودت میشه مرداب. همون تمنای بزرگ شدنه، اسمشو میذارن حب مقام. تموم شد. قدم سوم اینه که مواظب تمنای بزرگ شدن در حد محدود داشته باشه. مثال‌های هزاران مثال میشه زد. تقاضای قدرت محدود آدم رو قدرت طلب میکنه، تقاضای قدرت مطلق آدم رو خدا پرست میکنه. فرقش رو ببینید، یک کمی فکر کنید رو فرقش. تقاضای محبوبیت مطلوب آدم رو شهرت طلب میکنه، تقاضای محبوبیت مطلق آدم رو خدا پرست میکنه. تقاضای لذت محدود آدم رو شهوت پرست میکنه، تقاضای لذت نامحدود آدم رو پاک و بری از شهوت میکنه. خیلی فرق داره. ضمن اینکه به هر آدمی هم بگی مطلق میخوای یا محدود، میگه خب معلوم مطلقش بهتره. خب یه بار توجه کن دیگه، برو جلو. عمر سعد رو بدبخت کردن با یه دونه وعده‌ای که بهش دادن.
آقا بیا حکومت ری رو بهت میدیم. مرد دیگه مشاعرش کار رو میکرد. امام حسین بهش میفرمود که من هرچی باغ میخوای از این حکومت گیر بیاری من بهت باغ میدم. دیگه ببین این مرد. خدا به پیامبرش میفرماد پیامبر من تو با مرده ها میخوای حرف بزنی؟ من میخوام این سخن خدا با پیامبر رو بگم. خب نسبت به همه اولیاء خدا هست. این سخن خدا با حسین هم هست. حسین من داری با عمر صد صحبت با مرده؟ این مرد یک باغ بزرگ دید. مرد این وحدش همین قد بود. این باغ بزرگتر رو ندید. آقا ابو عبدالله الحسین یه نقطه دورتر رو بهش نشون داد. فرمود من از دنیا برم تو بعد از من بلافاصله میمیری. زیاد عمر نمی کنی. گفت مهم نیست. ببین یه سال بعدم نتونست ببینه. در این حال تکبر ما میگیم داشت. تقاضای بزرگ شدن داشت. ولی تقاضای بزرگ شدن محدود. یا ابو عبدالله ما یه تقاضایی رو در محضر شما مطرح میکنیم. این محدوده یا نامحدوده؟ جزو تمناهای بزرگ شدن محدوده یا جزو تمناهای بزرگ شدن نامحدوده؟ یا ابا عبدالله ما دوست داریم تو ما رو امسال ببرید در باطن کربلا به خیمه خصوصی خودت راه بدی و نام ما رو جزو اصحاب خاص خودت قرار بدی، همنشین ابوالفضل العباس بشیم. این تقاضای محدودیه که اسمش رو تکبر به جزو تقاضاهای نامحدوده. یا ابا عبدالله کسی این تمنا در دلش موج بزنه دستشو میگیرن میبرن تو خیمه و بهش عنایت میکنن. بچه ها تو کربلا بزرگ شده بودن، هیچ کس نمیخواست عقب بمونه. همچی که علی اکبر رفت به میدان هرچی نوجوان بود توی اهل بیت دلهاشون به ولوله افتاد. دوتا از نوجوان ها بچه های زینب کبرا سلام الله علیها هم اومدن جلو، آقا ما میخواییم میدان بریم. این نوجوان ها رو آقا ابا عبدالله الحسین خیلی میخواست جلوشون رو بگیره، اما علی اکبر همه رو هوایی کرده بود، مخصوصا قاسم ابن الحسن که رفت دیگه کسی نمیتونست بمونه، همه شوق پرواز گرفته بودن. بچه های زینب کبرا اومدن، تا اومدن میخواست آقا بهشون بفرماید که برید شما مراقب مادرتون باید باشید. بچه ها گفتن ما رو مادرمون زینب کبرا فرستاده. رمزش رو بلد بودن دیگه. بگو زینب، پیش حسین بگو زینب. حسین چقدر خواهرش رو دوست داره. فقط خدا میدونه. فقط خدا میدونه. امروز روز زینب کبراست. هرچی زینب بالای سر علی اکبر زجه زد، وقتی بچه های خودش و حسین آورد کسی جز سکوت از زینب نشنید. زینب بزرگتر از اونی است که فقط برای بچه های خودش گریه کنه. عبور میکنه برای علی اکبر خودشو کشت زینب، اما برای بچه های خودش از خیمه بیرون نیومد. حسین هی نگاه میکنه به خیمه زینب نیومد. آخر سری بچه ها رو خودش دارالحرب برد کنار علی اکبر گذاشت. زینب نیومد. از زینب کبرا تقدیر کنیم امروز. کاش ما امروز با هم کربلا بودیم. چندین بار من مشرف شدم کربلا. همه از اینجا فکر میکنن ما بریم کربلا خودمون رو برای حسین میکشیم، خودمون رو برای عباس میکشیم، خودمون رو برای علی اکبر و قاسم میکشیم. ولی حالا من میگم آی کربلا رفته ها شما بگید، آی اونایی که نرفتید میرید میبینید، آدم میره کربلا فقط برای زینب میتونه گریه کنه.
کربلا برا زینب گریه کن، سینه بزن، حسین میاد دورت میگرده، انقدر تحویلت میگیره. هر کی میره کربلا بعد از یه مدتی اشک چشمش خشک میشه، چقدر میتونه گریه کنه. بچه ها اونجا گله میکردن، ما چیکار کنیم؟ میخواییم بازم گریه کنیم. بهشون گفتم برو تو حرم حسین شروع کن روزه زینب خوندن. به خدا میرفتن تا میرفتن زینب قفل دلهاشون باز میشد، انگار حسین شروع میکرد با اینها گریه کردن. زینبم زینب غم دید منم، زدوی تو کتک خورده منم، داداش بذار بچه‌ام بیان میدان و الا دق میکنم. اگه میخوای پرستاری یتیمان تو به عهده بگیرم باید بتونم نفس بکشم. من نمیتونم بچه‌های تو رو قلم قلم شده ببینم، پسرای من کنارم راه برم.